دستی خودش نه. سلام. اینو میدونم. بله آقا بفرمید با کی کار داری؟ فرید آقای کابوسی؟ من با تو بعدن تماس میگیرم گوشی. خداحافظ خداحافظ. شما مدیر مسئول اینجا هستین؟ درباره مطلب ازدواج آقای روشنگر صفحه هنری ستون سوم شماره 42 لطف کنین یه تکذیبیه در شماره آینده چاپ کنید. آقای رحیم روشنگر ازدواج نکرده و نخواهد کرد. این خبر دروغ محضه. خواهش میکنم در صحت اخباری که منعکس میکنید بیشتر دقت کنید. ببخشید آقا ببخشید شما آقایه آقا شما ازدواج مجدد اون تنظیم این مطلبش شده. بله کدومتون خبر ازدواج مجدد روشنگر رو تهیه کردین؟ دایی جان من بازم تو خب دایی جان تو روزنامه خوندم چیز خبرش موثقه. من چند دفعه خوبه تا حالا گفته باشم که تهیه نکنید گزارشات مجددو. چند دفعه گفته باشم خوبه؟ بابا این چه معنی داره که یه خبری توی روزنامه دیگه چاپ بشه و بره بعد ما مجددن ورداریم این همون خبر رو تو روزنامه خودمون چاپ بکنیم؟ این چه معنی داره؟ دایی جان چیز این همون که نبود، من یه ذره اضافهش کردم، یعنی تغییرش دادم. دیگه بدتر این دیگه بدتر. ببخشید آقای کابوسی، حالا خلاصه که شکایت نکرده که بل. فقط گفته یه تکذیبیه بنویسیم. یعنی چی؟ اصلا یارو کی بود دایی جان؟ اصلا کی بود این آقا؟ آقا جونم چیزش بود چی میگن؟ این هنرمندام دارن میره دنبالش میبره بر. حالا هر چی محافظ؟ نه با همین نوچه. آقا جون من نوچه، منم جوان بودم بسید دنبال من بیوتن این برور. ولی دایی جان من مطمئنم که روشنگر ازدواج کرده. پدر من عزیز من زندگی خصوصی مردم به ما چه ارتباطی داره؟ این چند دفعه بگم من یه صفحه هنری باید از اون سر تا تش پر باشه از مطالب عمیق فرهنگی هنری، میفهمی؟ نه یه چیزی که به درد مردم به دردش کی نخوره مثل این. آخه مردم چی کار دارن که کی ازدواج کرده کی ازدواج نکرده؟ کی کار داره به این کارا؟ ولی خب آیه روشنگر ازدواج کرده. ای بابا ما رو ببین از مطالب چیشی عمیق فرهنگی هنری صحبت میکنیم. این بابا رو باش ما کجا و تو کجا؟ آخه دایی جان وقتی ازدواج کرده خب چرا باید بگیم ازدواج نکرده؟ کافیه حوصله‌ت رو ندارم، اصلا حوصله شنیدن حرفات رو ندارم. مقاله ای داره میشه الهام خانم. خوب فرید بله میخوام باز حرف بزنم. نه بابا باز تو دوباره خودکار دست ما دیدی گفتی میخوام حرف بزنم. اینا علت مرجعه؟ این که خودکار منه. کجاش خودکار تو؟ این خودکار فرید من برای مامانم خیلی نگرانم، رفتارش این روزا خیلی مشکوک شده. چیکوک شده؟ مشکوک. نه بابا. بله امروز یک ساعت داشت پای تلفن حرف میزد بدون اینکه من بفهمم داره با کی حرف میزنه. بعدم یواش یه جوری که من نشنوم.
خب این کجاش مشکوک کننده است، ناراحت کننده است، نگران کننده است؟ این خیلی نگران کننده است فرید، تو که خانوادهمون رو میشناسی، ما عادت نداریم چیزی رو از هم قایم کنیم. نه بابا میدونی چیه جریان؟ جریان تقصیر خود خاله نسرین خانومه که خوب شما رو لوس کرده، بد عادت کرده، گزارش لحظه به لحظه کردید به هم دیگه، حالا که یه بار نمیگه اینجوری میشه. فرید یعنی من نباید بدونم که مامانم یک ساعت داشته با کی حرف میزده؟ نه برای اینکه اگر قرار بود بگی بهت حتما میگفت، دلیل نداره. میدونی چه چیزی خیلی بیشتر منو ناراحت کرد؟ چه چیزی؟ اینی که بعد از اینکه گوشی رو قطع کرد اصلا رفتارش به کلی عوض شد. یعنی عصبانی شد؟ نه یعنی خوشحال شد، کلی با من و خاله شروع کرد به شوخی کردن. الهام برو دکتر بگو من از خوشحالی مادرم ناراحت میشم، نگران میشم. یعنی چی؟ مادرت خوشحال شد تو ناراحت میشی؟ چرا؟ نمیدونم چرا ولی اصلا خوشم نیمد، نیمد خوشم. برو دکتر، خدا برو دکتر، من نمیفهمم چی داری میگی تو. فرید میدونی چیه؟ خوشم نیمد، خوشم نیمد از این که مامان من، خب همین که مامان من یه آشنایی داره که من نمیشناسمش، که وقتی با هم حرف میزنم مامانم خوشحال میشه و من توی خوشحالی سهیم نیستم. خب متوجه میشی چی میگم؟ نه متوجه نمیشم. نه فرید تو چطور متوجه منظور من نمیشی؟ خب الان توجهم نمیاد، نمیفهمم چی داری میگی، دست خودم که نیست. منو بگو دارم با کی حرف میزنم. خب الان خودکار کجا میبری؟ مقالم مونده الان. سلام سلام بچه ها، خسته نباشیم. چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشیم، خسته نباشیم. سلام علی جان. خوبی؟ خسته نباشی؟ بله. اوضاع احوال خوبه؟ خواهش می‌کنم. دایی جان من تحتوی این قضیه رو در آوردم. دایی جان یه دفعه دیگه به من بگی دایی، دایی جان از حقوقت کم میکنم. حالا هی بگو دایی. چشم دایی جان. این اولیش، حالا حرفتو بزن. دایی جان این پسری که اومده اینجا اسمش شهرام روشنگره، خب پسر آقای روشنگر، البته از ازدواج اولش. چه کنم؟ به من چه مربوط؟ دایی جان پسر دروغ میگه، نمیخواد باور کنه که پدرش ازدواج کرده. مادر شهرام خانوم آرزوی شمس 3 سال پیش فوت کرده، خب آقای روشنگرم بعد از 3 سال تجدید فراش کرد و ازدواج کرد. خب تو چه ربطی داره؟ به من چه ربطی داره؟ من اینجا دادگاه حمایت از خانواده باید کردم که بر من این حرفا رو میزنی؟ نه دایی جان. مرد حسابی چی میگی تو؟ به ما چه که آقای روشنگر 100 دفعه 1000 دفعه ازدواج بکنه، به من و تو چه؟ به جای این حرفا، به جای این کارا، به جای اینکه تو زندگی خصوصی مردم رو بریزید رو دایره، شعرشو چاپ میکردی تو هفته نامت چی میشد؟ آخ دایی جان حرف من چیز دیگه ایه. ببینید من دارم میگم که اگه آقای روشنگر ازدواج کرده، چرا دایی جان، ببینید چرا پسرش این مسئله رو تکذیب میکنه؟ چرا؟ خب به من و تو چه؟ چرا؟ به من تو چه مربوطه این حرفا؟ اینو تو باید رحمتی آویزه گوشت بکنی. اینا 1000 دفعه گفتم که این هفته نامه جای نوشتن اینجور مطالب دیگه نیست، تمام، ممنوع، قدغن، نداریم ما جایی برای این حرفا. چشم تو جان باشه، ولی شما قبول دارید که آقای روشنگر ازدواج کردن دیگه؟ قبول دارین دیگه؟ حالا هی بگو دایی جان، شما قبول دارین که آقای روشنگر ازدواج کردن دیگه؟ حالا هی بگو. چش دارم میگم دیگه، میگم شما قبول دارین که آقای روشنگر ازدواج کردن؟ حالا هی بگو. چش بس دایی جان، شما قبول دارین؟ بس میگم، تا نزدم یه چیزی تو مخ خودم و خودت بیچارت نکردم. برو بیرون. دایی جان خب بیرون. بیرون. شما این سخن چی من میگم؟ آقا من چیزی چایی لطف میکنی بدی؟ چیه رحمتی؟ امروز سرحال نیستی، همش داری قور میزنی. آخ آقا من چه، دایی منم یه چیزی برای خودش میگه، فکر میکنم ما داریم هفته نامه ادبی در میاریم. بابا فروش ما همین خبرها میره بالا دیگه، یکی میمیره، یکی ازدواج میکنه، یکی طلاق میگیره، مردم دوست دارن بدونن زندگی خصوصی هنرمندان چجوری میگذره. چیونه من؟ ببین
بله. تو که کارت خیلی درسته، تو این کارام دست داری، نمیشه یه محافظ واسه ما پیدا کنی؟ محافظ داری چی؟ مرد حسابی، من میخوام هنرپیشه بشم، وقتی که یه محافظ داشته باشم خیلی تامین و همه جا راحت. بگو راحت برو، پشتر تامین داره میاد بزن. بله چی اینجا واسه دیگه؟ هیچی آقا، من چه داشتم رد میشده اینجا مگه پارکه؟ یعنی چی؟ خب آدم نمیتونی اینجا رد شه؟ برو اینم، برو تو اتاقه بشین کارات انجام بده. بله داشتم صحبت میگن، بفرمی. ببخشید آقا من چه سیبیلات میخوره بلند شده بود نشناختم، شرمنده. چشم ده. بذار هنر بیشه بشم، یه محافظ بگیرم، اون وقت بهت میگم یه من ماست چقدر کلده. داشتم تصور میکردم اگه شما هنر بیشه بشین، محافظم داشته بشین، چه شکلی میشین. وح وح رفتن تو اتاقا. آره دیگه، همه روزنامه ها خبر ازدواج آقای روشنگر رو زدن. خب بعد پسرش رو افتاده از این روزنامه به اون روزنامه، از این روزنامه به اون روزنامه، خبرها رو تکذیب میکنه. باورت میشه؟ من فکر کنم با نامادریش مشکل داره. خب بابا حق داره، هیچ بچه‌ای دوست نداره مادر یا پدرش دوباره عروسی کنن. آره خب. آدم یه بار زندگی میکنه یه بارم عروسی میکنه دیگه، مگه نه مامان؟ ببخشید اصلا حواسم نبود، چی گفتی؟ با چی داری میخونی با این جدیت آخه؟ کتاب. اونو که خودم میبینم میگم چی داری میخونی؟ آها، روانشناسی اجتماعی. آقای چینی به من داده این کتابو، نمیدونی چقدر کتاب خوبیه. آقای چینی؟ آقای چینی دیگه کیه؟ کتاب فروشه؟ نه آقای چینی یکی از فامیلای دور مهنازیناست. مهناز که یادته دوستمو؟ بله بله یادمه. آره خدا عمرش بده، چقدر کتاب خوبیه. به قول آقای چینی آدم هر چی کتاب بخونه ها بازم کمه. مامان شما تازگی این آقای چینی رو خیلی تونتون میبینی نه؟ آره چطور مگه؟ اتفاقا همین امروز هم باش. وای ساعت چنده؟ شیش و نیم. آخ دیرم شد، الان باش قرار دارم. وای آقای چینی دیگه کیه؟ چه میدونم والا؟ آشقای دوره نباز کنم. آفرین بفرمی. به به عمو منو چی؟ دستت درد نکنه. نوشه جان قربونت. آقا فری جونم یه سوالی ازت داشتم. بفرما. خواستم ببینم که مزنه محافظ تو بازار الان چنده. محافظ؟ بله. آقا من چنین کار نکن، میدونی چرا؟ چون الان واردات آهنگ رون شده، به خاطر همین گمرکی بهش میبندن، خیلی میره بالا. به نظر من دزدگیری ببندی به خونت بهتره. محافظ میخوای ببندی آهن، این همه کیلو کیلو هم فایده نداره که. مرد حسابی من با آهن چی کار داره؟ بله من راجب اوراقچی اینا حرف میزنم که. پس چی؟ عزیز دلم من تمام جوانیمو سلشکر سینما بودم. خب میگه جوانی کجایی که یادت بخیر. ببین من یکی از بااستعدادترین سلشکر سینما بودم. چرا پیشرفت نکردم؟ به خاطر اینکه محافظ نداشتم. دوست دارم یه محافظ پیدا بشه برام داشته باش که من میشم برایت پیت. برات پیت در پیت دیگه نه؟ دوزگیر به خودت ببندی خیلی خنده دار میشه. آری این تکذیب نامه روشنگر چی شد؟ چاپ شد؟ نشد؟ بالاخره رئیس اولا قرار بود رحمتی پیگیرش باشه. رحمتی کجاست؟ نمیدونم مثل کجای رحمتی؟ رحمتی بله. چی شد این روشنگر؟ چاپ شد؟ نشد؟ تکذیب نامش چیکار کردی؟ من فکرامو کردم رئیس شما نمیتونیم این خبر رو تکذیب کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه آقای روشنگر واقعا ازدواج کرده. کسی هم که ازدواج کرده که ما نمیتونیم بگیم ازدواج نکرده. فکر خوبیه دیگه. کی به تو گفت اصلا فکر کنی که حالا خوب باشه یا بد باشه؟ مرد حسابی بابا بلند شده راه افتاده، این همه راه الک اومده دفتر ما، از ما خواسته که این خبر رو تکذیب کنیم. متوجه نیستی بسی که ما وظیفه داریم که این رو تکذیب کنیم. تمام روشنه؟
دایی جان روشنه. ولی شما چرا باور نمیکنید که من میگم آقای روشنگر ازدواج کرده؟ ببینم باور کن. نکنه ساقدوش دومات بودی و ما خبر نداشتیم که اینقدر مطمئن صحبت میکنی. نه خیره شما، ولی من دارم میگم که این که ازدواج کرده. ولی بی ولی، همون که گفتم باید چاپ شه تجذیب نامه بره پی کارش. من حوصله دادگاه و دادگستری رفتن و جواب سوال ندارم. برو ببین. آقای چینی آدم هرچی کتاب بخونه بازم کمه. میدونی این جمله قصار ماره کیه؟ چند حرفه؟ مولویه؟ نه خیر، آقای چینیه. چشمسه غیب گفته. وای من اگه این مهناز خانم رو ببینم و میدونم بهش چی بگم. چی میگه الهام؟ نمیدونم. نه اینو نگو، اینو نگو، الهام ناراحت میشه. مهناز خانم بلش کن. ولی فرید تو واقعا آدم شناسی، واقعا حق با تو بود. این آقای چینی ها اصلا آدم خوبی نیست. من چه همچین حرفی زدم؟ من اصلا آقای چینی رو تو حالا تو عمرم دیدم؟ این آقای چینی خب تو نگفتی، ولی من که گفتم. من و تو نداریم، فرقی نداره. دست شما درد نکنه. الان برو دکتر بگو من عادت دارم حرف دهن شوهرم بریزم همینجوری. ولی فرید من واقعا باید برم دکتر، من اصلا حالم خوب نیست. بله من نمیفهمم این آقای چینی از جون مامان من چی میخواد. الهام این چه حرفیه تو میزنی؟ مادرت که بچه نیست. نه ولی اگه مامانم بخواد دوباره. وای اگه بخواد دوباره. دوباره چی؟ دوباره هیچی، حتی فکرشم نمیتونم بکنم. چیه؟ میخوای بگی اگه بخواد دوباره ازدواج کنه؟ فرید این چه حرفیه میزنی؟ پس چی میخواستی بگی؟ هیچی، ما اصلا تو خانوادمون از این خبرها نیست. تو هم اگه بمیری من عروسی نمی کنم دیگه. بمیرم؟ نه منظورم الان که نه، منظورم بعد از 100 سال اگه مردی من دیگه عروسی نمی کنم. خیلی این حرفت خوب حرفی نبود الهام خانم. شما اگر در سن 100 سالگی تونستی یه شوهر خوب مثل من پیدا کنی من حرفی ندارم. ببینیم ببینیم چیکار می‌کنی. فرید تو هم همیشه همه چی رو به شوخی بگی. اصلا خیلی هم جدی گفتم. نه من اصلا حالم خوب نیست الان. برو دکتر. آقا یه لحظه تشریف داشته باشین. ای وای باز که رفت. شما مثل اینکه متوجه خواسته من نشدین. مسکی باید بریم زندان. نه نه فرمایین آقا، ایشون خوب مردی هستن. خوب بفرمایین. بابا آقای روشنگر. آقای کابوسی لازمه که من خواسته خودم رو تکرار کنم؟ نه تو خدا زحمت نکشین شما. خواهش چرا الان وایسادی؟ بفرمایید بشین. وقت ندارم آقا. 15 تا نشریه دیگه هست که باید برم. ازدواج من جوابشون میدم. آقای روشنگر پدر شما ازدواج کردن قربان. برای ما روشن این قضیه. بیرون. بله گفتم برو بیرون. داخل واسه چی دایی بزمان به ایشون توضیح بدم که پدرشون ازدواج؟ رحمتی لعنتی. بله سلام الهام جون، چطوری؟ نه فرید الان مهمون داره. ها چی شده؟ خاله من دیگه نمیتونم تحمل کنم. یه نفر باید با مادر صحبت کنه. پدر من 60 ساله که با خوشنامی زندگی کرده، شاعر محبوبیه، مردم هم دوستش دارن و من اجازه نمیدم که به شهرتش لطمه ای وارد بشه. برای من اصلا قابل تحمل نیست. اگه مادر میخواد واقعا ازدواج کنه، من میذارم از این خونه میرم. الان 3 ساله که مادر من از بین ما رفته، 3 ساله که پدر من همسرش رو از دست داده و من اجازه نمیدم که آبروش رو هم دست بده. ببین دلیل نمیشه که اگه ما راجع به پدر حرف نمیزنیم، دلیل نمیشه که اگه ما اسم اونو دیگه نمیاریم یعنی دیگه اون برای ما زنده نیست. اون هنوز که هنوز تو دل من زنده است و من دارم با خاطراتش زندگی میکنم و من نمیذارم هیچ کس جای اونو بگیره. اونا 28 سال با هم زندگی کردن، 28 سال با هم خوشبخت بودن. همه شعرهایی که پدرم گفته به آرزو تقدیم شده. آرزو مادر منه. این آرزو بود که رحیم روشنگر رو کامل میکرد. همه شعرهایی که در گذشته گفته شده و همه شعرهایی که در آینده گفته خواهد شد متعلق به مادر منه. خاله جون تا وقتی که ما داریم راجع به پدر حرف میزنیم یعنی که اون برای ما زنده است، یعنی که اون پیش ما هنوز داره زندگی میکنه، ما داریم با خاطرات اون زندگی میکنیم. پدر من دیگه یه انسان سالم نیست. مرگ مادرم ذبه بزرگی به روحش وارد کرد.
تو 3 سال گذشته اون مدام با خودش حرف میزنه. میدونید؟ میدونید به دکترها گفته که داره با آرزو حرف میزنه. متوجه این؟ مادر من مرده ولی اون هنوز داره باهاش حرف میزنه. من نمیتونم. من نمیتونم. اگر مادر میخواد ازدواج کنه باید یا من انتخاب کنه یا شوهرشو. پدر من باید بین بچه‌ها و عروس جدیدش یکی رو انتخاب کنه. پس پدر شما واقعا ازدواج کرده؟ نه نه، این اسمش ازدواج نیست. این ازدواج هیچ معنایی نداره. فقط صیغه عقد جاری شده، اونا با هم زیر یه سقف زندگی میکنن. هیچ رابطه عاشقانه بین اونا وجود نداره. پدر من مشاورش رو از دست داده، وگرنه هرگز این کارو نمیکرد. هرگز. ببین الهام جون، من اصلا متوجه این چیزایی که تو میگی نشدم. تو چقدر ساده ای دختر. به نظر من دوستی آقای چینی یه دوستی معمولیه. ناهیدم اصلا عوض نشده، مثل همیشه است. خیلی خوب باشه، من باهاش صحبت میکنم، ولی مطمئنم که تو داری اشتباه میکنی. ببین الان مهمون فرید رفت، من بعدم باهات تماس میگیرم. باشه، دلواپس نباش. خداحافظ. خانم دلی خون، با منزل صحبت میکردین؟ بله، چطور مگه؟ نظرشون چی بود؟ راجبه چی؟ راجبه همین صحبت هایی که آقای روشنگر کردن دیگه. من به حرفای آقای روشنگر گوش نمیکردم، به خانواده هم چیزی نمیگفتم. فرید، میخوام باهات حرف بزنم. نه؟ اتفاقا من میخوام باهات حرف بزنم. اتفاقی افتاده؟ آره، نمیدونی؟ یه اتفاق خیلی وحشتناک. چی شده؟ همسر من الهام خانم چند روزه که رفتارش بد جوری عوض شده. فرید، ازت خواهش میکنم. من دارم جدی صحبت میکنم. منظورت چیه؟ منظورم خیلی واضحه الهام. رفتاری که شما در این چند روز گذشته از خودت نشون دادی اصلا برازنده یک زن امروزی روشن فکر تحصیل کرده نیست الهام. ببخشید، مگه یه زن امروزی روشن فکر تحصیل کرده حق نداره ناراحت شه؟ چرا؟ حق داره ناراحت شه، ولی الهام نه از خوشحالی مادرش بده. فرید، ازت خواهش میکنم راجع به اون موضوع با من حرف نزن. اتفاقا میخوام حرف بزنم، خوبم میخوام حرف بزنم. پس خوب اون گوشاتو وا کن. خانمی که ادعات میشه که روشن فکر امروزی تحصیل کرده استی، مادر من 70 سالشه ولی خیلی از تو امروزی تره. الهام خانم، بعضی آدم ها مردن و یه عده‌ام زندن و دارن زندگی میکنن، تا اینجا که مشکلی نداری؟ نه؟ خیلی خوب، پس گوش کن جناب علی، حق ندارید از یه آدم مرد زنده توقع یک آدم مرده رو داشته باشی. فهمیدی الهام؟ یه آدم زنده حق نداری ازش توقع داشته باشی که عین یک آدم مرده زندگی کنه. آدم زنده احتیاج به همنشین داره، احتیاج به هم صحبت داره، احتیاج به هم درد داره و از همه مهمتر احتیاج به عشق داره الهام. به عشق. درسته؟ اونا پدر مادرای ما هستن، ولی قبل از اون که پدر مادرای ما باشن یک آدمن. متوجه میشی که چی میگم؟ نه؟ یه آدمن، آدمایی که پر از ضعف و نیازن. الهام، مادر تو روزگاری در کنار پدرت احساس خوشبختی میکرده. خیلی خوب، خیلی خوب، تا اینجاش ما مشکلی نداریم، ما هم قبول داریم. ولی الان مادر تو حق داره، این حق مادر توی در کنار کسی که الان دوستش داره و احساس خوشبختی میکنه بتونه زندگی کنه. ولی نه تو و نه هیچ کس دیگه حق نداره جلوشو بگیره. الهام، هیچ کس حق نداره جلوی مادر تو رو بگیره. هیچ کس حق نداره جلوی خوشبختی کسی رو بگیره. این حق اونه که با کسی که میخواد زندگی کنه. تو به چه حقی میخوای این کارو بکنی؟ اونم به عشق احتیاج داره. منو ببخش، تند رفتم، قبول دارم. اینا حرفایی بود که میخواستم به پسر روشنگر بزنم، اون لحظه به ذهنم نرسید.
ببین کی. همسایه. خاله. سلام خاله. سلام. 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 چی؟ مامان. من میخواستم ازت عذرخواهی کنم. بر چی؟ مامان. من اومدم اینجا که با شما حرف بزنم. مطمئنی؟ من اومدم اینجا. بله بله بله، شما اومدین اینجا. حالت خوبه؟ نه. بله خوبم. داشتیم با هم حرف میزدیم. خب مامان بیا تو. خب اومدم دیگه. چیشه؟ ببینین امروز توی انجمن خیریه یه جشنه، خانم چینی هر دوتاتون رو دعوت کرده. آخه میخواییم برای کودکان سرطانی پول جمع کنیم. کی ما رو دعوت کرده؟ خانم آقای چینی، مدیر انجمنه دیگه. در ضمن گفت شاید فرید دوست داشته باشه از اونجا یه گزارش هم تهیه کنه. ماما نمیدونی چقدر عاشقتم. قربونت برم. چی شده؟ تو چیه؟ حالت خوبه؟ آره مریضی؟ نه خوبه. فرید یه دکتر ببر. فرید، فرید پول داری؟ تو چیه میخوای بری؟ نه. مثل خیلیه میخوای؟ نه. تو این خودکار باز که فروش رفته پایین. میدونید رئیس؟ باز که آگهی هم رفته پایین. آه میدونید رئیس؟ باز که سوبسید کاغذ رفته پایین. میدونید رئیس؟ باز که فروش رفته پایین. میدونید رئیس؟ باز که کل درآمد رفته پایین. میدونید رئیس؟ میدونید رئیس؟ میدونید رئیس؟ این چه حرکت؟ هی بگو میدونید رئیس؟ میدونید رئیس؟ دیوونم کردید. دیوونه خونه وا کردم، هفته نامه نیست. میدونید رئیس؟ اون دایی تو هم رئیس. میدونید رئیس؟ داد که نمیزنیم. داد نمیزنیم بگم. حرفتو بزن. میدونید رئیس؟ حرفتو بزن. خوب تقلید میکنین آقا. میدونید رئیس، برای سوبسید که باید بریم، خب صحبت کنیم، باید بریم چند نفر صحبت کنیم برای سوبسید. خب برای تبلیغات هم کاری نداره که، چند نفر باید استخدام کنیم برن تو کمپانی و شرکت ها و اینجور صحبت ها آگهی بگیریم. برای فروش هم خب کیفیت مجله باید خوب بشه دیگه. آقا چی داری میگی تو؟ برای خودت همطور میبافی سر هم. کیفیت چیه مرد حسابی؟ کیفیت کیفیت میکنی؟ من تو موقعیت اضطراری هم دارم از بین میرم کیفیت؟ بله، مگر اینکه یک کاری بکنید، بچسبید به بخش جنایی، مثلا بخش جنایی پلیسی هفته نامه، تقویتش کنید، بهش برسید. بله. چی؟ داشته باش، مشتری داشته باشی. بله بله. بقیه بخشا هم از فرهنگی، هنری، ادبی، ورزشی رو هم تقویت بکنید، بهش برسید. مخصوصا بخش هنری و ورزشی. چیکار کنید؟ چی؟ داشتم چی میگفتم؟ داشتید میگفتید چیکار کنیم؟ بله، چیکار کنیم؟ هنرمندا و ورزشکارا رو دعوت کنیم. آقا زندگی داخلی اینا رو بکشید بیرون. بریزید دور دایره. چیکار میکنن؟ کجا میرن؟ کارشون چه؟ تفریحشون چیه؟ وقتشون چجوری میگذرونن؟ ازدواجاشون و طلاقشون و همه رو بریزید دور دایره اگه میخواید بریم جلو. اگه میخواد راه بیفتید. بله بله. با خودت این کارا رو دیگه. بله. میدونی رئیس؟ بگو. بامزه میشه. سلام. خسته نباشی. حالش میمونه. سلام. چطوری دامی؟ آقام تشریف آورد. رئیس جان خوبی؟ چه خبر؟ خوبی؟ قربانت. من هی میگم این آقای روشنگر ازدواج کرده، شما هی بگین ازدواج نکرده، باور نکنی. بفرمایید. اینم یک سند مستدل. یه شعر برامون فرستاده. اسم شعرش هم هست آرزو. نه معذرت میخوام، سارا. اسم زن جدیدش هم هست سارا. بفرمایید. ببینم اسم زن جدیدش سارا؟ بله. اسم زن قبلیش چی بود؟ آرزو شمس. فوت کرد دیگه، خدا رحمتش کنه. دلم بخون بینیم بابا. ببین چی گفته. خوب شعری گفته آقا. خوب.
یه خاموش بودم و تاریک، ولی لطف نگاه تو مرا هوشیار کرد. خاموش بودم و تاریک، ولی لطف نگاه تو مرا هوشیار کرد. آرزو در دل خاک است، ولی جلوه خنده مستانی تو آرزوی خفتم بیدار کرد.